سلام دارم خدمت تمام شما وطنای خوب و نازنینم افغانای گل و افغانستانی های عزیز امیدوار هستم هر جای دنیا هستید هموطنهای خوبم در پناه خداوند یکتا بوده باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارس زبانای عزیز در سراسر دنیا امیدوار هستم هم زبانهای من هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشید زندگی خوب و خوش را داشته باشید خوب از دل صبح همگی شما بخیر خیر امیدوار هستم صبح خوبی را آغاز کرده باشید صبح بسیار زیبا هست و امروز یک روز بسیار خاصی بر ما هست و روز بسیار خوشی هست که خواستم امروز برتان نگویم خوب از دل نازنین ها تشکری میکنم از کامنت های زیبایتان و از پیام های زیبایتان تشکری میکنم از تمام شما خواهرهای خوب و نازنین من تشکری میکنم از برادران عزیز که همچنین کامنت های بسیار خوبی زیبایی داده بودن و راهنمایی کرده بودن برای خواهرای عزیزشان تشکری میکنم از هر کدامتان چه فارسی زبان چه هموطنهای خودم به خاطر که ای این که ویدیوها را فالو میکنید و دنبال میکنید کمک میکنید نوشته میکنید وقت میمانید تایم تا خودتان و کامنت نوشته کردن اونمو تا میگزارد میگزارد که تایم خودتان میگذارید میگذارید به گفته همی کسایی که لحجهشان زبانشان مثل ما نیست میگه میگذارید میگذارید یا میگذارید <تصفح> نمیفهمم تشکری میکنم از وقتتان که وقت میمانید و کامنت میکنید و لایک میکنید از ازان دل و سابسکرایب میکنید تشکری میکنم از یکایک شما خواهری عزیز و نازنین ما که اصلیتشان از ایران است بر ما پیام داده امروز صبح پیام شدیدم خواهری عزیز ما اسمش سهیلا جان هست که سهیلا گفته به نظر ما سهیلا میگیم نمی فهمم گفتم اصلیتم ایرانی هست شاید یا ایرانی باشه یا در ایران به دنیا آمدن افغان باشه ولی گفتم ایرانی هستم بسیار یک پیام زیبا داده بود گفت من از چند وقتی میشه ویدیوهای می میبینم ما در تهران زندگی میکنم بسیار خوشم میایه که خانم افغان یعنی داد میزنی از آزادی که در داخل افغانستان برای زنها نیست تو دفاع میکنی در امریکا زندگی میکنی و از خواهرای عزیز دفاع میکنی در وطن خودت تشکر میکنم از خواهر عزیز و نازنین ما سهیلا جانی شیرین ما و شما عزیزان دل ایرانی افغانی نداره ما همه ما یکی هستیم ما را جدا کردن ما را هر کسی آمده یک نام در سر ما مانده به همو خاطر نباشه ایران و افغانستان وجود نداشت دو تا کشور یکی بود خوب عزیزان دل بیاین که امروز یک داستان دیگری را دارم از امریکا از یک خواهری عزیز و نازنین ما در شهر زیبای عزیزان دل سان فرانسیسکو سان فرانسیسکو با ما یک کمی اگر در موتر بودیم به نظر ما 6 ساعت فاصله داره ما در موتر هنوز نرفتیم رفتیم همش در تیاره رفتیم و در تیاره یک ساعت کمتر هستم سان فرانسیسکو یک شهر بسیار زیبا هست و یک جای بسیار جاهای دیدنی داره. وقت نا وقت یک وقتایی که ما اگر بتانیم سان فرانسیسکو بریم اگر بخوایم که شهرهای دورتر از لس آنجلس نریم سان فرانسیسکو میریم. به خصوص همه چایناتاونش که من قدر دوست دارم یک غذاهایی تو مزداری همه چاینیزار داره دیگه عزیزان میری طرف فرمونت زیبا فرمونت هم چند تا از رستوران‌های های افغان های ما افغانان در سکر همی سان فرانسیسکو است و خیلی رستوران ها است ولی ده آدم نیست یاله یک وقت گلایه نکنیم که خوب چرا نامش اشتباه گفتی خوب عزیزان دل داستانی را دارم از خواهر زیبای ما در سان فرانسیسکو که اینا سال 2021 آمدن سال 2021 آمدن در سان فرانسیسکو اینا شوهرشان ترجمان امریکایی ها بودن اینا در روزای اولی که مردم آورده اینا در دویشکان و یا مو دویدنی که آمدن و در تیاره ها ششتن آمدن و البته اگه اینا رو نمی آوردن هم اینا بیادن می آمدن ولی اینا رو آوردن خب داستانش از چه قرار است اینا در افغانستان شش سال پیش آروسی کردن که بعد سال 2021 آمده در امریکا که یعنی از 2021 تا حال سه سال تر میشه با او میشه نو سال نو سال است اینا تقریبا با شوهرش آروسی کردن و زندگی میکنن و سمره این نو سال اینا سه تا طفل است عزیزان سه تا طفل در نو سال یعنی دو سال دو سال اگر بینشان با باشه هم بسیار وقت کم بوده اگر یک و نیم سال باشه هم بسیار وقت کم بوده اینا سه تاولاد دارن و بی خبر از این که زندگی های افغان ها زیادترشان ناموفق هستند به خاطر که خب در افغانستان اگر زنای افغان تحمل کرده همین مردای افغان بدایشان نه خوبایشان اینا را تحمل کرده زور بوده اونجا چوب بوده اونجا کسی بر زنش زاری و حضور نمیکرد که تو قهر نکو یا مثلا جنگ نکو یا ما خوار مامد تو گب نزن اونجا خوهر پاچایی میکنه در سر زن بیادر خوشوخ و بیخی رئیس است و دیگه حتی اما و خاله شوی که خاله خوشو و اما خوشو میاید پاچایی میکنه این روزای خودش ها دیده بوده در افغانستان مثل همه دخترای دیگه که در اروپا هست مثل زیادتر امینا اینا ای دختر روزای دیده بوده و فعلا اینا در سانفرانسیسکو فرانسیسکو هستند که اینا از روزی که آمدن اینا مشکلات اینا دو برابر شدن برای چی برای که شوهر از این میگه اگه ما میخورم میگه تو رو هوایی کرده امریکا اگه نانم میخورم میگه امریکا تو رو هوایی کرده و تو را ما پس میبرم و تو من اینجا نمیمانم که ای تو باشی و این داستانش بر من روان کرده و با ما مشورت کرده که من چی کنم با ای آیا من میتانم دوام بیارم با ای و ای میتانم مرا به زور ببر افغانستان و یا که من اگر از جدا شوم اولادای مرا بر ما دولت میتن اینی یک دختری که سال 2021 آمده تا حالی از قانونای امریکا عزیزان خبر ندارم یا که پشتش نمیگردن اینا یا که نمیخواین بفهمن یا که بسیار خود ده گولی یا ده سادگی میزنن البته داستان یک دختر است و ما چندین داستانی را مثلا چندین مسیج را گرفتیم که شباهت داره و همین داستان از خواهر ما که زیادترینی از اینا میگم ما نمیفهمیم ما میترسیم ما ترس داریم که ما را یک بلا سر ما بیاره ما میترسیم که بیادرش خوارش مادرش یک بلا بیاره سر ما کلشان هم 2021 2022 آمده خوب عزیزان ما یک چیزی را می خواهیم برم دخترهای افغان بگویم شما اینقدر قدر نام خدا پر جرعت هستین که نان پخته کردین در افغانستان چقدر تنور داغ است امی خمیر کردنی با موشت چقدر زامت داره کل کلتان یاد دارین اینه که من میفهمم اینه می کالا ششتن در سرمای زمستان افغانستان شما کالا ششتین چقدر شما قوی هستین شما با زیادترین تان برف پاک کردین اولی را جارو کردین او از چا کشیدین اولادای تان کلان کردین خوشو خسرو همو ننو کلشان قدر ازد کردین و حالی که آمدین از حق خودتان دفاع نمیتانین یعنی واقعا جای تصف هسته بر ما ما بسیار وقتی میبینم شما یک قدر قوی بودین و خدا از دختری را میشناختم همسنفی دخترم بود دختر شیرینی خورده بود در همی امریکا و وقتا با دخترم همسنفی بودن مکتب میرفت یک وقتای خانه ما میامد ناخونای دختر این همه قمقه نیکی شاندگی ناخونای خودش بود او رو کوتاه نکرده بود مقبول رنگ میکرد گل میزد ناخونشا بعد دخترم که شوخی میکرد میگفت تو نان پخته نمیکنی میگفت چرا به خدا از تو بگه نان پخته نکنم مادر جانم نمیمانه از خانه برون بیرون من سه شب میخیزم خمیر میکنم بعد تا وقت چای نان نان پخته میکنم که من اینا بانم مکتب بروم. یعنی اونو قزمت در خود میگیرین در خانه پدر شما چه قزمت میکشین وقتی خانه شوی میگین چه قزمت میکشین چقدر لط میخورین چقدر تحمل میکنین وقتی که در یک کشوری مثل امریکا میایین که اینجا از تمام حقوق شما برخوردار هستین شما زنای افغان براتان گفته میشه که اینجا امریکا است کسی نمیتوند شما را آزار بده منم هم شما را از کدام سراخی میاره که هیچ کس شما نمیبینین و هیچ کس براتان نمیگه ای دختر میگم من اگر بروم در پلیس شکایت کنم از شوهرم میترسم که بیاید در خانه یک بلا سرم نبیارم اگه بخوایم با یک گپ بزنم تمام بدنم میلرزه که ای مرا همیشه میگه عشق کده باشی بیرون با کسی گپ نمیزنی اگه با مادرم رفتی یا با خوارم رفتی خوب برو اگه نرفتی تنابوری ما بفهمم باز ما میفهمم تو همیشه میگه سرم شاخشو میکشه همیشه مرا آزار میتن سه تاولاد دارم به خدا اولادای وحشی بخی این وحشی چه قسمی تا بابشه میبینه دیگون جای پود میشن و خاطری که مردک بسیار تند و بدخوی است از روزی که ای آمده اینجا ماش امریکا کم است میگه در افغانستان ای ماشش بسیار زیاد بود خوهر و خاله و امه و مادرش کلشان در سر پولی مستی میکردن به خاطری که این مایه هزار دلار از دولت امریکا میگرفت. چون ترجمان بودن یال که اینجا آمده در کار میکنه در یک جایی که جبه ها را میبره فکر کنم در آمازون کار میکنه خودش که گفته که در دمای خانه پست پوست, پوست های مردم میبره همین کار آمازون میکنه یال که در اینجا آمده ماشش کم است و دلش نیست که کس نان بخوره و اگر اشتوک چیخ میزنه یا اشتوک یک گریه میکنه از خود صدا میکشه این دنیا و عالم زیر رو میکنه گپ میشه میگه تو هوایی شده اگر اوش تو گریه کرد میگه تو هوایی شده اگر دیک یا کمی دیرتر آمد میگه تو هوایی شده تو غم مرا نمیخوری و تو بسیار اینجا خودم میگیری و تو بسیار اینجا آدم شده و تو رو در افغانستان میبرم آدم میکنم ولی ما حیران ماندیم با چی کنم اگه یک دفعه این مرا بوبرد چی که حتی بر ما گفته که من گفتم من نمیرم میگو تو رو بازی داده در خنده یک روز برای من گفته که بازی میتوم تو رو میگم تو رو در یک شهر دیگه میبرم تو رو میبرم مکسیکو از اونجا در تیاره میشیم میرم افغانستان هیچ کسی لوی من گرفتن نمیتانه من میترسم نمیفهم که بر من راست گفته یا بر من شوخی کرده ولی من میترسم خواهر سارا که این من ببره من می... این جای یاد ندارم مرا جای جایی نمیبرم در یک در نمیمانم میگه اونجا در محفلا میری یاد میگیری رقم اونا مادرش بار بار پیش رویم گفته که سایک و تامیال که میتانی اولادای تا تربیه کو که کت زن دگه یک دفعه از دستت رفت از دستت میره مادرش هم همینجا است مادرش هم ما که آمدیم بعد از چند وقتی مادرش خواست و خوارایش اینجا بود یکی دو تایشان بازش آمدن مادرش پیش روی میگه اگه اولادت خوب تربیه نکنی بعدا نمیتونی درش برسی. و بار بار پیش رویم گفته که اولادای تا خوب تربیه کو زن تا نمان پیش هر کس و ناکس بوره با هر کس و ناکس بشینه خب من چی بگویم؟ مرا راهنمایی کنین من چی کنم؟ ازش پرسان کردم که من داستان تو را نشر میکنم میگه نشر کن گفتم ما میگم تو در سان فرانسیسکو هستی میگه بگو گفتم باز نمیترسی؟ میگه نه تو که نام مرا نمیگی گفتم نه من نامی هیچ کس نمیگم چی او کسی که بیخی هم بیخی در لس آنجلس هم باشه من نام دخترای من نمیگم ده کس چی برسه از تو را تو مثل دخترم هستی میگه حیران هستم با ایش چی کنم میگم برو شکایت کنم مگه میترسم مثل می دختری که در اروپا من داستان نشر کردم برتان دا دولت بگو مگه میترسم ترسم اگه میگم ده مردم بگو میگه ده کی بگویم از افغان ها میترسم در افغان اعتماد کردم نمیتونم دور و برم پور از فامیل از کل فامیلش هم اینجا میشنه ماما و کاکا و خاله و خوهر و تمام چیز از هم اینجا میشنه در محفیل هایی که میریم مره که میبرن کل اگی رو ببینی لوچ و پوچ و سرا لچ و لباس های مرتب پوشیدگی من مثل آدم اطرافی وری سرم پود و پایم پود و یک آرایش سعی کردن نمیتانم به خاطر که مادرش میگه که تو گیره نمان که آزاد شو اگر آزاد شد نمیتونه گیر کنیم ما چی کنم با خدا دیوانه شدیم به خیمه ترسم که امی اولادای ما از پیش ما دولت بگیره اولادایم وشی شده تا کمی صدایی صدای در میشنوا دا در داخل تشناب بود میشه یک روز گم شده میگردم دنبالش که بچیم کجا شده دیدیم که امی پدرش که آمده ترسیده رفته دم زیر تختش در آمده همونجا از ترس خاوش برده ما یه قدر بگرد خیال کردم گفتم یلدا کوشه بروم که یک دفعه پایش دیدم که در زیر تخت خوش برده اولادام به بخی دیوانه خویی شده خواهر سارا چی کنم؟ خوب از دل داستان شنیدین. زیادترین زیادترینی دخترای افغان این همی قسم برتان گفتم وقتی که در خارج میاین نمیتونن از خود دفاع کنن در افغانستان اینا باز تکرار میکنم نان پخته میتونه. لط خورده میتونه. در افغانستان زمستان از شاو کشیدن میتانه سطلای گرنگ گرنگ که این همی قنقصد لسته پر میکنه و اودانا را پر میکنه که ننو خوشو کلگیشان آزاد باشن و دستایشان رو و پایشان رو بعضی بعضیشان در خانه بایلر ندارن این بایلر که نبود باید او گرم کنی او گرم میکنن او کارا را میتانه ولی اینجا از حق خودش دفاع نمیتانه چرا؟ شما بگوین چرا؟ یاد خود زمت نمیته یا اینا را چنان جبیر اینا را گرفتا. که اینا هم نداره که تا بیرون برای در یک کسی که من چی کنم یعنی روز در سر ما از برای خدا ممکن است شوارم مرا پس ببرم ممکن است در یک بازی مرا ببرم ممکن است مرا به گفته خودش که گفته تو را میکسیکو میبرم باز از اونجا میبرم تو افغانستان دولت امریکا وقتی یک کس خودش بخواه بوره رایش نمیگیره یک وقت شما ها را بازی بتا آه عزیزم اینجا کار نیست بیا میریم وطن فکر کو ببین او چند وقتی که تو رو در امریکا بوده ده گفت ای کرده اینی یکان دفعه در رویش گپ نزده و خدا میگه افغان چل سال بعد کینه بگیره هنوز میگه زود است چل سال بعد افغان کینه بگیره دش برسه میگه زود است ای را کل ما میفهمیم ای یک قدر اینا بشرف هستن یک گبای خودش یادش نمیمانه خواهر بگو مادر بگو فلانی خالد امید دختر امید او یادش نیست اگر تو یک دفعه گفته باشی مادر تو اینه تو به بعد رو تانه نمیتم تو اونجا مادر من ما نگفتی؟ یادت نیست؟ تو مادر من ما گفتی خب من گفتم گفتم تو چه حق داری که بگویی؟ من حق دارم که بگویم چون شوی تو, شوی تو هستم همیشه هم تو میگن خوب عزیزان دخترای گل، دخترای نازنین، دخترای افغان کسایی که سال 2021 آمده 2020 آمده 2019 آمده 2015 آمده 2016 آمده خب او قصالی نمیشه. ولی شما اگر نتانین از خودتان دفاع کنین، چطور میتانین یک مادر خوب برای اولادتان شده بتانین؟ و او اولادایی که سه اولاده که دختر کلان میکنه او فردا اولاد بار نمیه اونا کلشون دیوانه بار میه از این دیوانه هایی که کاری کس نداره ولی کار نمیکنه کار در کاری کس نمیگیره و رسته بگار در سر گیم است موبایل اگه کنه دستش هست خب در خانه هست دیگه خانه اگر چهار تا اولاد باشم موبایل مادر که آیفون 7 بود آیفون 9 و 9 که آیفون 10 بود 11 بود یا 12 بود یا 30 بود 13 بود خونه اونجا اندختگی هستم اونو را مادر مکت از این کار کنم ها بگی بشم چی میکنی میره کس نمیخره کل اگیشان یکی یکی تبلت یا آیفون یا آیپد دارم اینا چی میشه داراینده میشه یک مفتخور مثل بابش که در این گردن دولت امریکا میمانه اینی خرج بگی پودستان بگی اینا را بتی کرای خانه ندارن در پیدا کو بشی اینا فردا اونو قسم انسان ها میشن اگر یک مادر خوب نتانه از خود مواظبت کنه و به درد اولادش خورده نمیتانه که او اولادا فردا یخنی تو رو میگیره اگر او نگیره خداوند یخانی تو رو میگیره چرا تو خوشیار بودی اگر پدر زی وشی بود پدرش دیوانه بود تو زن خوشیار بودی زندگی که در زد و خورد باشه زندگی که شوهر در زن محبت نکنه شوهر با زن قهر کنه و خود بگیره که تو زن نیستی او تو زندگی است؟ چی تو تحمل میکنی نو زندگی را خدا برای تو گفتم من برای تو شوی میتم تا روز قیامت تو کتمو بشی نگفتم امی نفرای موفق ببینی به خدا چهار چهار بار ده بار بیس بار طلاق گرفته شش بار هفت بار نه بیس بار شد نمیفهمم تا ده بارم طلاق گرفته همین چند روز پیش رئیس آمازون بیلیاردر است مردکه قدر پیسه داره که چند روز پیش زن دوستش گرفت نامزد شد کسیش. دوست جانجانیشان بود دو زن دوستش نامزد شد او از او طلاق گرفتی را گرفت نه طلاق گرفتگی هم زن داشت و هم زن داشت زنی از او کتزی جور آمده بود آدم روشن فکر هیچ وقت هیچ وقت سختی را تحمل نمی کنه. آدمی هوشیار همیشه از خود مواظبت میکنه دخترای افغان او هوشیاری به درد نمیخوره که تو یک جانور تربیت کرده میشینی و خدا یک مرد افغان بد باشه اگر تو چل سال در پای او بساز اگر او آدم شد بیا نام مر علش کن چل سال تو کد از او بشی فقط پای او را ماساش کن سر او را ماساش کن برای او نان بتی او بتی امی پشتت بالا کو می زمین که ماندی میگه ای کشتی مره تو زن نبودی تو زن نیستی کشتی مره از برای خدا از حق خودتان چرا دفاع نمیکنی؟ به خدا طلاق بگیرین همین جای قدر مردای افغانی مجرد بیوه هست زن زنایشان رفته مثل این شوی شما که شوی تا کردین یک ده سال پانزده سال هم تو بیوه بیوه میگرده تا یک زن مثل شما که در گیرش آمد باز مثل سنگ دندان دو میشه است دیگه به خدا کتیم استوته هم بزنی نمیره دیگه تو نمیکنه. به خاطر چی به خاطر که یک دفعه یک نفر خوب جزایش دادم. پور هسته این نمی لس آنجلس نمی سان فرانسیسکو ساکرامنتو اینا می پور هسته از مردای بیوی افغان طلاق بگیرین از اونا طلاق بگیری یک مرد رو بگیر که دو برابر تو سین داشته باشه حداقل محبت که بر تو میتا تو خوب که هست چی میکنی او که کت تو برابر همسین مقبول ولی طرف تو سعیل هم نمی کنه. چی میکنین کنین اونا ما بار بار گفتیم ایلاش کنین. مرد اگر زنش دوست داشته باشه وقت در خانه وشگری نمی کنه. مرد اگر زنش دوست داشته باشه وقت و اولادش دیوانه جور نمی کنه. مرد اگر مرد باشه همیشه مرد می مانه. نیکی از کشور برامرد نامرد شوه یا کشور نامرد باشه بیرون که آمد مرد شود. و نمو حساب کنی نمو چیزک که اونجا بود همو چیزک آمده در امریکا و او چنج نشده فقط ترس می ترسه تو رو زده نمیتانه لط نمیتانه اگر نه به خدا یک چوب صبح در سرت بود یک دیگه شام شام چی خیال کردین شما را اینا ای قدر و قدر دارن در دا سر زن دور از خوبایشان باشه این مرد افغان ای قدر و قدر دارن که دل اینا در سر زن ایش خنوق نمیشه. اگه کشته شوم به خدا ویدیو رو دیدم بیخی حال و این مردا به هم خورد زن سنگزار کرده بودن کشته بودن دورش مردا استاد بود اینا می تو در روی سر هم زن تو استاد بودن خون و خون پور بودم جایی. از برای خدا اینا هیچ قلب ندارن اینا رحم ندارن من نمیفهمم اینا از کی به دنیا می خود زن اینا رو به دنیا میاره چرا اینا با زن قدر دارن قدر ده سر زن اینا اقده دارن چرا؟ چرا چهار تا چهار تا میگیره باز دل اینا یخ نمیشه به خاطر که میگه جزا بتیم یک دفعه دلت کردن میشه دیدین خودتان این مردای افغانه و خدا ما دیده بودم در امسایگی ما بود یک مرد زن قدر میزد ای قدر میزد او تا چیغ میزد میزد او از زوف که میکرد بازی اعلام میکرد بعد خوارش میفهمی چی میگفت خوارش مرده یا گوده گور شده هم خواری که مرد میگفت زبان نکو وقت تمامی بدنی و زن تکه تکه بود سیاه و سبز و کبود این هم پوندید میگفت بار بار تو رو میگم در روی زبان نکو وقتی که او تو رو میزنه نگوی اخ اوخ نگوی وای خدا بان او تو رو بزنه 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 بزنه, بزنه دلش خوب در سر تو خالی کنه خودشه باز او که ماندگیش اگه گرفت تو برو در زیرخانه درای او وقت بوغ بزن و خدایی نمیتون میگفت و گفت او وقت برو مثل سگ بوغ بزن مثل خر بوغ بزن من ایران میماندم میگفتم خدای یام زن هستم هیچ چی چطور دلش میشه همچین گوه بزنم میگفتن اینا دلشان خونک نمیشه از سر یک زن باور کنین باور کنین سنگ در صدا بیایه اینمی یک زن که زار میزنه وقتی که اینا سنگسار میکنه او خدا میگه ما بار بار ویدیوها را دیدیم میگه خدا اینا میزنن وقتی که نام خدا می واقعا شما مسلمان ها در خداوند اعتقاد دارین وقتی که نام خدا می بدن تا نمی لرزه مرد های افغان گوش کنین من گفت من طرف شماست گفت ما طرف زنا نیست امروز طرف شماست وقتی که می نام خدا می آید یا مگه خدایا کمکم کن یکش میگفت یا رسول الله کمکم کن. باور که من شنیدم گوش خودم. ولی اینا کتم سنگ تو با اشتیاق میزدن که انگار که او خدا نمیگه. انگار که بگو شیطان صدا میکنه. پیغمبر صدا نمیکنه. یک چیز دیگر صدا میکنه. چرا قدر وقت دارین؟ بیخی همون را گرفتین دم سر خیابان کت یک مرد گرفتین یک جای. آیا شما خود خدا جور کردین؟ دل ندارین؟ تو که میری با سگ و پشک خو میکنی کدام زن برای تو احساس میشه میگه ایره سنگ کنین؟ کدام زن برای تو گفته میتانه که ایره بکشین؟ ایره من دیدم دیروز کت بوز سکس میکرد در پشت دیوال آیا شما چرا قدر وقت دارین شما مردای افغان؟ و خدا و ویدیو ها رو در فیسبوک ها رو مردای ایرانی پست میکنن مردای ایرانی پست میکنن میگه اینا از کدام کره مریخ آمدن از کدام کره کره آمدن اینا در زمین که اینا یه ای قدر در سر زن اوقده دارن راست میگم همین پستی که من دیدم که خانمی اما تو بدنش در روی خاک افتادگی بود چادری در تمام پوشیده حتی جراب در پایش بود مرده بود تمام جای خون خون پر بود از بس که هر کدام با سنگ زده بود این یک مرد ایرانی انداخته بود نوشته کرده بود خدایا تو کجا هستی یعنی وجود داری این خیلی یک زن است هیچ کسی از دفاع نکرده هیچ کسی نگفته که چرا ایره میزنین این مگه آدم کشته شاید با یک نفر دوست بوده یا با یک نفر رابطه داشته با گفته خودتان که کلش تهمت است تهمت میزنن. چرا خدایا یک قسم جنایت میشه و هنوز تو افغانستان همو تو مانده به خدا این نفر نفری که رو پست کرده بود مانده بود بسیار یک دراز نوشته کرده بود من رفتم خواندم عشقای می رفت طرفی مردا دستایشان در پشتشان یا دستایشان در کمرشان اینی ای تو میدید طرف از که خوب مردکه اکسا اینا رو گرفته بود من نمی فهم که خبرنگار گرفته بود خودی هم اینا گرفته بود کلشان سله داشتن و افغان بودن هیچ کدامشان نه یهود بود نه مسیحی بود نه هندو کلشان افغان بودن و مسلمان چرا شما یه قدر عقده دارین وقتی که میایین در دولت امریکا در کشور امریکا میایین در اروپا میایین کانادا چقدر اینا برای شما خدمت میکن شما را خانه میتنه به خاطر شما را نه به خاطر میزن اولاد میگه اینا از یک جایی فرار کردن که جان خودشان را گرفته آمده. وقتی شما اینجا میایین شما رو براتون کار میتا تان زندگی میتا بعد تو کار که نتانستی میای در خانه زن و بچه تا آزار میتی از خدا هم نمیترسین این زن اگه روزی اول اگه جرات میداشت استاد میشد میگفت ما تو را نمیخوایم. دیگر نمیخوایم رو نمیخویم دیگه نمیخویم که تو زندگی کنم اینجا کس نمیگه چرا تو از شوهر جدا میشی چون تو سال 2021 اومدی شماها رو مردم میشناسن دم پلیسی رو دم راه گذر بگویم من یک زن افغان است و میخواین جدا شو و مشاورم میگه اونو پروسیستشن برو ولی کارن نمیکنه. تا جای شما رو تحمل میکنه. ببین سال 2021 آمده خب یا اولش آمده یا آخرش آمده اما وسطایش آمده خب این سه سال دیگه تیر شده سه سال تو رو تحمل کرده مردک اگر تو بیرون کار میکنی تو که برزی اجازه نمیتی که بره کار کنه بیرون می میگه اگه ای بیرون کار کنه چشمش واز میشه از پیش ما میره ننه تو میگه سای کوی آزاد نباشم ولی دخترای ننه تو کلشان لخت است لوچ هستن قول کنده است و خودش میگه پایا لچ است و تنبان نمیپوشه در محافلایی که ما دیدیم ننوهایم تاب میپوشه و هیچ قول ندارن تمام بدنشان پیدا است زیادتر ولی ما ندارم که چادر خرد سر کنم مادرش میگه ایره نمون چرا تو میکنین چرا از خود آزاد میگیرین میمانین یک اولاد یک انسان دیگر که زیر دست افتاد شکنجه میکنین مگه از شکنجه کردن شما چی سودی بردین شکنجه شدن زنای افغان شکنجه شدن زیر چادر شدن زیر داخل خلیطه شدن شما چی شد برای شما چی فایده رسید افغانستان از دست دادین اگر امروز شما زن آزادتر میماندین امروز شاید افغانستان ای تو نمیشد اگر زن در افغانستان آزاد میبود خوب خب یک اولاد آزاد تربیه میکرد. یک اولاد را فکر تربیه می کرد چی روز است الان افغانستان شما مردای افغانستان چرا آدم نمیشین؟ آخه چه او سه تفل چه گناه کرده که تو پدرش هستی؟ او سه تا طفل که این زن تو رو تحمل کرده و او سه تا طفل در بین شما مثل یک گنجش که که می ترسه لحظه مرا با گلوله بزنه می لحظه مرا با ترکمان بزنه شما از خدا نمی شما شکر مسلمان ها از خدا نمی ترسن خب نه نمی ترسن من میگم نمی ترسن شما اگر می ترسیدین کارا رو نمیکردین کردین یک انسانی که از خدا به ترسه و نرم هسته یک انسانی که از خدا به ترسه و رو می ولی شما نمی فهمین چی داره. رو خوب داستان عزیزان دیل شنیدین من برای خود از دختر گفتم هیچ کسی تو رو در امریکا کمک نمیکنه تا تو خود خودت کمک نکنی. درون خانه ها در امریکا هر اتفاقات میفتن کسی خبر نمیشه ولی تو اگر خودت سر بکشی بیرون بوری و قدر غیرت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه تو رو در داخل خانه نگاه کنه هیچ خوشویی نمیتونه بر تو بگه که بالای چشم تو ابرو هست هیچ ننویی نمیتونه در زندگی تو دخالت کنه ولی تو باید خود تو محکم و استوار باشی قوی باشی و بتانی از خود مواظبت کنی و از اولادای تو اگه چیزایی که بر من گفته اینا میره کلش بر پلیس بگویی پلیس نیم ساعت رو نمیمونه که تو تو یک جای شو بخاطر اولادا فردا یک امریکایی کلان میشه اینا نمیخواد که یک اولاد امریکایی وحشی و دیوانه بار بیایم چرا شما مردم چرا هوشیار نمیشین دخترای افغان تا ترس تا بکی شما ترسیدین افغانستان بند کرد مکتبه شما ترسید این ما در این روزا زنا رو از روی سرک جمع کنم معلوم نیست طالبا کجا میبرم و خدا پیامی را گرفت و روز صبح ساعت تقریبا از خو نو بیدار شده بودم ساعت شش بود پنج بود که در خوب تایم ما یعنی صبح ما شب کابل میشه اما تایم تایم برابر است و از ما صبح میشه از اونا شام گیری هم می یکد میگفت دیروز رفته بودم که اگه چیز بخرم از بیرون میگفت چند تا زن طالبا گرفته بردم. من نمیفهم کجا میبرن زنا رو از روی سرک میگیرن میبرن ترسیدن کم تو شد اگه اینا نمی ترسیده اوتو نمی اینا تو نمی شد اگه اینمی پروتست که میکردن ادامه میدادن امروز تو نمی شدم امروز اول این مردای به که هستن هم اینا بغل اینا استاد میشد که ما خوارای ما هستن. ما اینا رو تنها نمیمونیم ولی امو چیز اگه که در سرشان بسته میکنن نیست به و در دا دانش تقتکدگی میخندیدن در گوشه استاد شده قدر بوزدیل و بیننگ بیغیرت مردا هستین شما قدر بیغیرت مردم هستین و خدا هر کس آمد کشور تا و شما رو بدنام و نشان کرده رفت این این دفعه نوبت پاکستان است ببین که او گدایگرهای دالخور با شما چی میکنن خب اینا نطفای همو گدایگرها هسته دیگه دالخور خوب از دل نصیحت من برای از خواهر هی است که شکایت کو از این مرد که جدا شو نشی یک ساعت تحملش نکو برو جدا زندگی کو در دولت بگو ما با این همیشن و از میترسم و مولادای معظیمه ترس خود راحت کو از پیشی برو به خدا شوی پیدا میشه نترس شوی پیدا میشه نترس وقتی که ما جای تو جای دخترم هستی بر پیدا میشه بر تو پیدا میشه مطمئن باش پیدا میشه بیشوی نمیمانین چرا قمی ترسن که بیشوی بانین چرا قمی ترسن که گوش نبانین نمیمانین گوش نده امریکا کار بسیار زیاد است زبان بلد نباشه نمی گودویلا گودویلا که میفهمین کلتان گودویل یک نوشته کلان در سرش گودویل داره و چی زبان یاد داشته باشه چه نداشته باشه شما رو میگیرم دو پشت کار میکنم اما بار بار زنای افغان کسایی را که کسایی که نو آمده مشناختیم ام بردیم برده اونجا معرفی کردیم که نمی کار نداره اگر میتونین برازی کار بتین با منجرش گپ زدیم که منجرش برش گفته سیوی بیار سیویش جور کرده برده رو برش کار داده دا کار میکنه مارکت ایرانیها ایرانی ها هستن که هیچ در انگلیسی هم این همی نیست شما رو برای کار بر جان و دل بر شما رو در کار میگیرن. مارکت های پاکستانی هست همین سیون از هندی است، هست پاکستانی ها هست این شما را میگیره چه حقه میترسین دو سرمای زمستان شما او پور میکردین از چه ولی امروز در مارکت کارای آسان ها نمیتانین کاری مارکت کاری نیست میری یک چیز از اونجا در اونجا برده, برده میمانی مثل که در آشپسخانه در آشپس تا مرتب میکنی کار مارکت هم هستند. در هیچ وقتی باکس بیسکلویی را نمیگه تو بلند کو تو اینجا کار میکنی وظیفه هست میگه وظیفه تو نیست تو فقط اونو کار کشور امریکا بسیار برای زنا موقعیت های خوب است ولی شما استفاده نمیکنین امروز پیام ما برای دختر ای است که از جدا شو و مثل از این دو سه تا پیام دیگه هم دارم برای شما هم همین میگم چرا می ترسید یکش گفتم ما اولاد ندارم اولاد نکردیم ولی از شوهرم بسیار میترسم چون مرا بسیار زده در افغانستان آرسی کردیم ما یک سال ماندیم که بعد اینجا آمدیم بسیار مرا کوب کرده دا اونجا وقتی که یک مرد زنش تازه توی میکنه یک سال یک سال که اینا لیلو مجنون باید باشد خانه چرا کوب بکنه اگه انسان باشه اگه این ای جنور کدام مشکل دیوانگی نداشته باشه اینا کلشان دیوانه هستن بخی خیم از برای خودم یاد تازه آروس که میزنه دمی امریکا اگه یک مرد زن میگیره در ایندوستان، در ترکیه یک سه سال اینا بین خود قدر جور هستن همی ایرانی ها در ایران ببینی کل اگه میگه اینا عروس هستن داماد هستن هنوز ولی از ما مردم روزی که عورت مادرش میگه بزن که ایده زدن عادت کنی بزن ای را که سر بالا نکنه از تو بترسه یکی گفته بود که مرا به دسر گفت خوشیم رفتم مرا نه کرده بود خوشبی بر بچهش میگفت اگه زن تا نزنی یعنی بعدا تو زنچو میشه پیش کلگی کلگی میگه بچه فلانی زنچو است یک بار دو بار میگفت میگه خو ای گناه نکرده چطور من به زنم میگه خوی گوش زبانه کو یکان چیز زبانه کو بگوی چرا اینجا مانده او رو چرا اونجا مانده دمو بزن یک دو خوب سلی اول بزن بعد از او بزن کم 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 بچه مادت کو اگه نزنی زنچو بار این زنایشون رو تو هستن خوشوا. هیچ که نشد خوارایشان دخالت میکنن زن تو اینی تو کرد زن تو اونو تو کرد خودش اولا در خانه مردکه دیگه همین خوارای هم تو نفرا خودشان مثل سگ جان میکنه و چقدر لط میخوره و چقدر گپ میشنوه ولی خوش دارن که بیاین در سر یک نفر دیگه حکومت کنه و سعی کنه بیادرشان برادرش بوشورانه و بر علیه زنش از برای خدا بعد شما تحمل میکنین خو اینجا که افغانستان نیست اینجا خ طالب نیست اینجا خو ایران نیست اینجا است، چرا خمه چرا خمه ترس برای چی ترس برای چی عزیزان دل افغان عزیز ترس از چی برای چی فقط زنگ بزن پنج دقیقه بعد پلیس دروازت دروازه میرسه یگمو تو نباشه خو امریکا نیست امریکا برای چی امروز قدر قوی و قدرتمند است به خاطر که قدر اینجا قانون هست فقط برخلاف قانون رفتار کو ببین که چی میکنه با تو ولی قانون رعایت کو مراعات کو دمو رقمی که اینا میگه نه کس اولاد تو را میگیرن نه اولاد تو را از پشت میبره نه کس دموی تو کار داره نه کس دایجاب تو کار داره ولی باید از قانون اطاعت کنید. از قانون چطور اطاعت کنی؟ و سه رو باید صحیح نگاه کنی. تو ما هستی. و سه تا اولاد در توی احتیاج داره اینا نمیپرسه که پدرش چی از تو میپرسه میگه تو اولادا چرا ایت آمده؟ برشان بگو بگو از پدرش میترسه. مگه پدرش چی میکنه بگو پدرش جنگ میکنه در که در می غال مغال یا میزنه بگو مره میزنه اگه میزنه بگو زده نمیتونه در در دیوال میزنه اینا میترسن قبلا میزد همین تو بگو چرا پود میکنین مگه خداست پیغمبر است یک شوی است یک قدر شوی جوال جوال به خدا دمی صفحات مجازی اینا خو جوال جوال پیر کل کور خشت گنده پرموی پشمالو پا، پا، پتبینی پتبینی میگه چی میگه پتبینی سیاه سفید بدرنگ خوشرنگ چاق لاغر قصد که تا دلتان بخواید از این جدا شو بوری یک دانه گنده بدرنگ بگی چشمایش چوچه چوچه باشه بینی نداشته باشه بخی هم از ذریع صاف از ذریع باشه چی میکنی و او را که قدش بلند و بیاد داره و چشم داره همه قمقه بینی داره ولی کتو تو ماه ماه قهر چی میکنی و او را که یا تاجیک را یا وزبک را که خدش از تو بلند است او مقبول است او سفید است او تو یکم بدرنگ رنگ هستی تویش در نظرش نمی آیی برو یک یک پشتونی بدرنگ رنگ بگی پیر باشه از سر تو بیس سال کلان باشه حداقل زندگی رو خومه فهمی ترس و وحشت خو نداری او دختر کسی بیشوی نمیمانه در آمریکا به خدایش هیچ کس نمیمونه اینجا من زنی 80 ساله را چند روز پیش در گوگل دیدم گفت روسی میشه یک زنی بسیار پیسه دار است گفتی عروسی ششم شسته هشتا ساله رفته بود تمام رویش همه بادیش ها چنج کرده بود این چی میگن جرای پلاستیک میگه پلاستیک سرجیری میگه اونم ترا کرده بود که بخی جوان جوان شده بود طرفش میدیدی میگفتی چیلو مکنه شده چرا میگینی هشتا دسته شما رو چی کده دخترهای سی ساله 25 ساله بیس ساله از برای خدا. جوان جوان دخترها در پای همچین چیزای خود میسوزانین که شویگیر گیر دیگه به خدا تو از این علاقه خود ببین چند تا افغان تو برای تو پرپوز میکنن. چند تا بچه جوانی افغان برای تو پرپوز میکنن. یه قدر در بدر در گرفته هستن اینجا پور هستن این می لس آنجلس چرا تحمل میکنین؟ اولی که باید مکتب بخوانی اولادایت باید خوب مکتب بخوانن غذای خوب برشان بتی چون اونا کلشان فودیستم داره ما خمی فامیم او ماش میگیری از دولت بر از ناورخ ما فامی خبر داریم تو باید صحیح اونا را تربیه کنی مشکل توی است که او شوی تعمل میکنی او را تربیه میکنی نه اولاد داره اونمو تو هستین که به خدا او تو ما نیست که نوشته میکنه که امروز فلانی سه تفل اداب کرد سه طفله ده فرزند گرفت چهار طفله ده فرزندی گرفت همین پیسدارا میگیره آخر هاشم کی هست اینا ما چه زا از طرف من مطمئن میشم در میگم افغان هست مادر سعی رسیده نتانسته اومده اولادا رو برده مادر وقت فکر روزه که طرف او باشه طرف غول اوغان غول خود هر جایی باشه اونم غولگریش میکنه منظور من این پشتونا نیست یک وقت یکان تا ایتان نگوین من این می ها رو کلش افغان میگم چه هزار چه تاجیک چه اوزبیک، چه ترکمن کلش هم افغان میگم حالا گان تا از سو استفاده میکنین که آه، پشتونا را ها پشتونا رو گفتن ازار ها رو نگفتن من کلشان میگم نی خوب داره دور از خوبایشان باشه بدایشان بد است. اوزبیکشان هم دور از خوبایشان باشه بدایشان بد پشتونشان بدایشان بد, است. بد, بد است. تاجیکشان هم بدشان بد هست بد اینا در کشور باشه اونم یک رقم یک دیگه شان آمده جدا شو این طلاق بگیرین طلاق بگیرین طلاق بگیرین و خدا گناه نداره طلاق بگیرین <تصفح> هیچ گنا نداره نه در قرآن آمده که طلاق نگیر نه در اسلام آمده که طلاق نگیر گفته زن و شیر که جور نامدین جدا شوین. من بار بار اینم حدیث هایی که در اسلام آمده و در قرآن آمده من خب بسیار یک وقتای ملا بودم ما نیم لای مثل ایشی پش و کتاب ها را بسیار می خاندم کتاب مذهبی می خواندم بسیار خیلی ها می فامن الگان تا مره میگه که او وقت تو مذهبی بیدی چرا ایلی شده خوب عقیده رفت. چیز خوبی ندیدم عقیده رفت از دستم یا لقیده ندارم یک زمان مم چادر سر می کردم چادر می پوشدم طلاق بگیرین عزیزان ایدم خوشو گب زد در بچه فقط دخالت کرد در بچهش گوشک و بچهش بگو یک دفعه دیگه مادرت اختار بده طلاق میگیرم از تو خوارش گفت زد بر شوی تا یک گوشک هی کاری بکنین که نای قدر بترسه که مادرش گفت زد سس مادر چو باش خوارش گفت زد چو باش دیگه خانی من هم یهی در خوارش اختار بده کاری بکنین که اینا او افغانایی که اونجا زوراوری میکرد و زن سنگسار میکرد و زن میکشت اینجا نه چرا از حق خودتان دفاع نمیکنین چرا قدر اولادایتان نمی گیرد اولاد از پشتان چرا قدر دپریشن میگیرین چرا قدر سر خودتان فشار میارین چرا در سر اینا فشار نمیارین چرا اینا رو لدوکوب شما نمیکنین در خانه وقتی که اصابت خراب شد که ششته بود از مویایش بگی مویایش کشک و کارایش چک و تیکک و بزن چرا بزن همسایت آمد بگو دیوانه شده ایم ای میتانی تو دو بار چرا بزن ببینی چی تو آدم میشه اینا شعر خانه رو سارا هستن شما جور کردین اینا را و خدا ما افغان های را میشناسم یه قدر با ادب هستن ای قدر با ادب هستن بچه جوان دامی لس آنجلس تقریبا نزدیک نیستن در ما در بعض وقتا در جایی که من کار میکنم اینا را میبینیم میگه خال سارا اگه دفعه میگه به خدا از این افغان دیوانه شدیم میگم خود چی کنیم میگه بیخی هم اینا نام کشیدن چی کنیم از دست هم اینا دیوانه شدیم بیخی یگان وقتای شوخی میکنه کد من میگه نام خدا به خدا جرات می بینم یگان دفعه خود من میگم ای کاش من جای تو بودم اینقدر جرات و قدرت داری بس چه جوان است قدر با تربیه هست قدر با چیز چی بگویم سی نمیفهم سی و دو سی و سی, و سی سال هستن یقدر قدر خوبم داریم ولی کلشان در دا داشت این امنا سخته بدنام شدن بدنام شدن به خدا اینا از بس که اینم تو کارا را کردن میگه یک زن یک کارا میکنه تمام مردم میگه زن افغان تو اوتو. تو اگر از یک قومی هزاره یک زن خرابی میکنه کلشان دو میزنه که آو زنی هزاره رو دیدی اونو اونجا رو تو اونو زنی هزاره رو دیدی دا اونجا رو تو کرد اگر از قوم تاجیک یک زن یک کار بکنه آو دیدی اونو فامیدین اینو تاجیک هستن. قوم پرستی در افغانستان دیگه بیش از حد هست، باز اینا میشن اکی رو میگه ایران شما چشمتان رو پر بگیرین، یک برای سه ثانیه فکر کنین، نگم که مخلوقی که حال در ایران هسته در کشور شما میامد، شما چی برخوردی میکردین با او؟ چی برخوردی میکردین؟ زن ایرانی استاد میشه در چار سرگاه چادر شد و در دا دور چوب دوا میته، در میتا میگه من اینجاب رو مردای افغان ایرانی از او دفاع میکنه دور بر از او را میگیره نمیماند او پلیس آسیب برسانه در بین خودشان ای را در موتر یا در تاکسی میشانه کی را پلیس نگیره اگه یک زن افغان یک دختر افغان در سرگ استاد شوه بگو که چال... طالب چرا مکتب باز نمیکنه این طرف دیگهش اش تایی میکنه ای زنگ بزن زنگ بزن طالب بیای جمع کنه ایران چهار روز است از این آرام شدیم و خدام تو میگم زنگ بزن بیای بو برای چی میکنه مکتب خوانده. ما چارتا چارتا بگیریم مرد دطر سرگ کابول از خبرنگار ازش گزارش گرفته بود که زن داری نه نه دمی روزا میخواییم بگیریم چند تا دو دوتا چرا دوتا خوب است دیگه دوتا دوتا که بود خوب است یک بین خود سیال داری میکنه و زیادتر در تو میرسه خود بچه هم مثل بقه بود بقی سیا اینه بقی کله ریش و خدا محالم به هم خورد گفتم خدا ایره که میگیره تنبان رو ببین دامن ایره ببین سله ای رو ببین قواره و قیافه رو ببین ای گرگه گفتم ای می میگم من دوتا میگیرم ای قدر زنای افغان اینا ضعیف دیدن که دوتا دوتا را میره یک بقه میگیره بقه سیاه بقه منظور ایرانی عزیز اگه نفهمیدین فارس زبان ها ما چی را میگم چی میشه؟ قرباقه قرباقه شما همچین چیزایی میگین ما بقه میگیم با خدا قوارش به بود نه یک اندام داشت نه یک بچه بادی خوب داشت یک قد خوب داشت مثل یک گلپی سیاره کمتو تو میمانی کله داشته باشه اونو میگفت دوتا تا میگیرم مادرم میگه برای تو دو تا میگیرم باز پدرم میگه نه یک بگیر والله خودم حواسی دو تا را کردیم بچه شاید یک 25 بود یا 20 بود یا 22 بود اونو دوتا دو به خاطر که ماها را شما ها را ضعیف دیدم میگه این پول میتیم برشان میتیم میگیریم میاریم این حیولا باز چی میکنه؟ مثل خر مثل یک حیوان در جانی او میره در جانی محبت یاد نداره یک زبانی خوش نداره اوه، کجاستی؟ اوه، کار دارم بیا که مولایشان گفته بود سرتندور اگر زن تو تنبان تا کردی اگر زن سر تندور نان پخته میکرد صدا کنه در بین خانه اگر نام دور پیغمبر اسلام لعنت میکنه در هر کاری بود باید اون وقت تو تر میشه و دویده پیش تو اون همون تو هستن اینا شما چرا اینا رو تحمل میکنین؟ ما چه بگویم براتان که اینا رو تحمل نکنین بان که اینا آدم شوه اینا رو نه دولت جرمنی آدم میتونه، نه کانادا اینا دا دا آدم میتونه، نه فرانسه نه نه فقط شما زنه افغان همین فرد 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 طلاق بگیرین تو طلاق بگیری طلاق بگیری او طلاق بگیری طلاق بگیری تو می دیگه بعد از او به خدا که بینیش کش کنم میگه زن فلانی طلاق گرفته از من یاد میگیرم ولی شما این کارو نمیکنین سه سال آمدی در امریکا او را تو تحمل میکنی که من ازی او تو این در ها میگه من نمیگم روانشناس که سالها بوده دکتر هست میگه بعضی مردها طوری با زن رفتار میکنه که زن دیوانه میشه نمیتونه پنج دقیقه دور شوه اونمو زدن کرده و لط خورده و جنگ کرده و دشنام داده است ولی تا زندگی میکنه مرد افغان زیادترینش امی اخلاق داره از زنار دیوانی خود میکنه میزنه باز گریه میکنه پیشش لط میکنه پیشش میشنه میگه مقصر تو بودی دو میزنه پدر و مادرش بشه که خواهر ما میگفت که شوی ما باز تمام بسته فامیلم قرار است و از خودش که میبینه دنش این قبا است چی زندگی است تو نان تو پخته میکنی خانه رو تو جارو میکنی تمام کار خانه رو تو میکنی اولاد تو جمع میکنی خانه از تو است فامیل او میای فامیل تو چرا نمیای چرا بر تو اجازه نمیدم اگر تو را قول نامه قرار دادی خیلی تو که نی از ما بیای از تو نی. شما هم تو کردین. اگر تو پیش رویش استاد چرا من آن پخته نمیکنم یعنی چه که تو با مادر ما هستی مادر تو همیشه اینجا پلاس هست لم میتن دو دفعه در رویش استاد شد دفعه سوم به خدا پدرش آوردن نمیتونه مادرش مادرش اگر آمدنی شد میگه مادر نبیه چون من مادری را خوش ندارم تو رم نمیمانم چی میگه مادرش میگه نبوزن اینجا پدرش زده نمیتانه پدرش چهار طرف قفل هسته و خدا هر طرفی که بوره از دست پلیس و لگ فرار بوتانه که اینجا اروپا نیست اینجا دم روی هوا باشه پس پایان میاره شاید من میگم مردی اگر از اینجا بگرزه کار کنه اینا از کابل رفته او رو پس بیارم اینا در روی سر از اینا هسته در کابل در مرز پاکستان در سر در کجای دیورن کجا هستن اونجا پایگاه اینا هستن هر اشتباهی کنه اونم نو از اونجا گرفتم یره رای نمیجا چرا شما میترسین؟ اینا هیچ گوی خورده نمیتانه اینجا نترسین نترسین از خود مواظبت کنین مواظب خودتان باشین یک یک دیگه تانو کمک کنین پشت خبر نگردین که فلانی سرش شلوچ کرد، فلانی پایش شلوچ کرد، ده کس کار نگیرین، ده دینی کس کار نگیرین، ایسایی موسوی نگیرین. قانونی امریکا را رعایت را کو که یک زن امریکایی شوی، مثل دیگه زنهای امریکا قوی شو مثل من. قوی شو مثل یک زن دیگه مثل فرزانه، مثل فرحت، مثل سورایا، سهیلا، امینایی که در چینل یوتیوب ما هست برون ببینین چی زنایی هست زهرا زهره زهرا جان که همیشه نوشته میکنه که غول هستن اینا وحیده جان لیلا نسرین مثل اینا قوی شوین اینا چرا قسم شدن؟ شیرین بعضی هایشان میگم از سی سال پیش از شویم جدا شدم و خدا این حال همی سی سال ما فامیدم زندگی کردم اینا کلشان یک وقت مثل شما بودن ولی جدا شدن زندگی خودشان دارن فرزانه جان امیل خواهر نازدانه ایمد از سانفرانسیسکو فرانسیسکو است به نظرم بزنس خودش داره مارکت خودش داره دارن و مثل شما دختر 15 ساله شانزه ساله بود از دست شوهرش از جرمنی گریخت اینجا پیش فامیلش آمد فرار کرد میگه صبح قفل میکد مره تا شوه تا از کار نمیامد مرد 50 ساله دختر 15 ساله را آورده بوده حساب کنین. ولی خود کشید بیشوی نماند بی اولاد نماند بی زندگی نماند کل چیز داره شما را چی شده؟ سواد دارین من میفهمم شاید در زمانای ما زمانای فرزان جان یا خانم فرهاد جان خواهر نازنین و شیرین جان اینا کسی ما را نگفته بود یاد نداده بود دو زمانا کسی مردم میترسه دست کس برای ما هیچ وقت هنوز ایرانی ها یاد میداد ولی افغان ها یاد نمیداد ما یاد نداشتیم شما را 24 ساعت اینترنت هست ویدیو ها هست اینترنت پیش از ما چقه بود کمی ایرانی ها چقدر یاد میداد تحمل نکنین جدا شوین جدایی بد نیست ولی شما گوش نمیکنین یال ما براتان این دو سال میشه این سپتامبر این سال که بیایم دو سال شد که من هستم دان ما کلان نبود خورد بود از بس که یه مردای به افغان دو زدم و در سر زدم و دشنام دا دادم دان ما کلان شد باور کنین خنده نکنین از بس که اینا از اول تو یک زنی خوبی بودم یک زن هم تارام یک زنی کس صدای مرا بلند نمیشنید بعضی ها میگفت که سارا جان تو چرا بلند گپ نمیزنی میگفتم خب احتیاج نیست چرا بلند گپ بزنم میگفت زیاد آهسته گپ میزنی ببین از بس که در سر اینا گفتم و جیخ زدم و داز زدم که نکنین ظلم نکنین زنایتان از پشتان میره جنگ نکنین زنایتان رو را بکنین آشپزخانه رو پاک کنین ظرف بشوین کالا بشوین بیخی به خودم گلوی ما درد میگیره و از وقت هم دانم کلان شد هم خودم یک زن جنگره شدم تو جنگره نبودم شما کردین مرا خوب عزیزان دل داستانی ای دختره کشنیدین میتونین نظریات خودتان در کامنت نوشته کنین مثل دو تا دختر دیگام هست که یکش روز بسیار گریان کرد یعنی من نمیگم دیگه اش کجاست یا ایش کجا هست فقط امیره که گفتم از سان فرانسیسکو هستم نام گرفتم و دو تای دیگه نام نمیگیرم چون اجازه خودشان ندارم ولی قدر یکش گریه کرده که تنها هستم من فهمیدم که اینا دردی دارن اینا از داخل خانه اگه کوشی داشته باشه بهترین دوست تو پارتنر تو هست ما یک وقتای دوست پسر داشتیم بوی فرند خب یالو خدا رو شکر ندارم چون حوصله‌اش ندارم مگه یگان روز بروم با یگان کس یگان چای غذای بخورم روز دیگه زنگ بزنه که چطور هستی میگم دیگه زنگ نزن چرا حالا چرا تلفنی من رو من چی گناه کردیم قطع تلفنی کرد؟ تلفن من دیگه جواب نمیدی میگم یک دو ماه تیر بعد زنگ زن. من دیگه کتا تو بیرون نمیرم بعد میگه که خب قواره مشکل داشت سارا خانم یا که از اخلاقم خوش نامد می نه او قبلا نیست ما بسیار چیز شدیم چی میگه یک رقم تکبر شدیم عزیزان یعنی تو در سر مردا چند مدتی هست که اگر خودش بکشه که بر تو میمرم بر تو میگم خب چه احتیاج دارم در دا اینا وقتی ما در نان احتیاج ندارم که برای من غذایی رو بخرم. در پیسه احتیاج ندارم که مثلا یک انگوشتری یک گلدی یک گوشواری یک پیرانی برای من بخرم. بسیار بر من بد معلوم میشه که یک نفر بگویه یا من تو رو مارکت ببرم بر تو چی بخرم. اینی خوشم نمی نمیفهم در چی میگین، مغرور میگین، تکبر میگین، کاکا میگین، هر چی که میگین بگویین. ولی ما تو شدیم نمیفهمم بعد از سال 2021 که باز بیخی ما از رو در روی دیگه شده یعنی بیخی ما نمیخوایم که با اینا رفته خوش بگذرانم یک وقتایی بود که من به خدا تو خود یک بوی ایرانی داشتم خداوند بیچاره نگاه کنم آدم خوبی بود حال هم هست ولی نه ما دیگه بروکاب کردیم خیلی آدم خوبی بود من میگفت که و خدا و اگه یک روزی تو از من جدا شوی برو کنی من میمورم. میگفتم چرا چرا میموری میگفت یعنی تو بر من نمیمیری میگفتم نه نه خو یک دفعه بر دلی من بگو آ من از تو جدا میمورم. میمورم. مثل تو قصد تو نبودی یکی دیگه هنوز هم یگان بار که در تلفن گپ میزنه زنگ میزنه احوال میپرسه با اولادای مام گپ میزنه از اولادا میپرسه که مادرت کجا هست اگه من تلفن جواب نتو اینا میگرم. وازنا میگه خوب است و امو تا هنوز دقیسه ما نیست و وازنا میخنده مادر فلانی اینه تو گفت گفت دقیسه من نیست نی چه چی قصه دا باز از ما پرسان میکنه که بای فرند داری میگم ما کی هست میگم چند تا هست من نام کدومش رو بگیرم کی هست میایم با خدا و تو تو میکنم را افغان است ایرانی است میگم من ایرانی هم افغان دوست بسیار دارم باز میگه شوخی میکنی نه من میفهمم که شوخی میکنی یعنی عزیزان خوش باشین خوشی کنین بوی, گر... بوی فرند گرفتن گناه نداره دوست دختر گرفتن گناه نداره خوشی کردن گناه نداره فقط کسی را زیاد اذیت نکنین آزار ندین ده کسی آزار نرسانین بهترین فامیل تو هست دوست تو هست برش نگو چرا حجاب نمیکنی برش نگو چرا با کی رفتی بیرون کاری کسی نگیرین. در کشور کشورها اولی که شما اجازه ندارین ده کسی کار بگیرین جرم است بعد هم که بخی جرم اول که جرم است اگر جرمی هم نباشه ای از تو شکایت هم نکنه ولی هم خداوند راضی نیست که تو مثل ملاهای پایچپاره یا یخنکنده یا هم چتلخوری بویگینا شما بشینیم بر مردم دستور بدین که دینه اگر تو تحمل نکردیم ممکن است تو رو بکشیم این کارا را نکنین فرق نمیکنه که او نفر میرا باشه فریده سادات باشه او چی میگه پلنگی باشه خاطره باشه دخترای تیک تاک میگم دیگه چند تا دخترای مقبول دیگه هست جناجان باشه هیچ وقتی به کسی سعی کنین ضرر نرسانین گران برتان تمام میشه برای خودتان بالاخره تلفنتان چک میشه سم تان کنترل میشه یک نفر نه یک نفر شما را در بلا میتا در بلا به خدا من خودم چند روزی بود که برتان گفتم در ویدیو گذشته الان میخوام تکرار کنم ده فکر بودم میخواستم از دست یک نفر شکایت کنم یعنی شکایت نه که برم خود کشته و در اروپا برسانم همینجا ما میتونیم همینجا در دولت امریکا شکایت کنیم که یک نفر من را از اروپا آزار میتا. کل چیز پیشش میمانیم مسیج ها را تلفون ها را امو ویس ها را میگم می این سایکو کو در زبان در زبان مرا آزار میتا چرا؟ چون میگه تو قوم ما بودی فامیل ما بودی دختر فلانی ما بودی چرا تو سرلوج میگردی؟ و خدا این از زمین پیگیری میکنه اینا زنگ میزنند به پولیس یا اروپا میگه ببین تو شما یک نفری را در کشورتان برش زندگی دادین خانه دادین او یک امریکایی را آزار میتن خودتان دربارش تصمیم بگیرین اونمون نمبر برای امو دولت اروپا روان میکنن برای ام پلیس آمریکا این پلیس آمریکا در پلیس اروپا اونا بررسی میکنن میبینه این نفر چرا این کار میکنن در چه حقی برای یک نفری که در آمریکا زندگی میکنه یا آزارش میرسن برای همون میگم آزار نتین مرا بسیار از بعضی از امی قوم های نادانم خیلی ایشان بسیار مرا آزار دادن مدت اینا مرا در هر طریقی در اینستاگرام پیام دادن و مرا دودش نام دادن و در واتساب مرا دودش نام دادن و که تو چرا نام خودم گفته که من دختر فلانی هستم و مادر مکی بود و مامای مکی بود و تو چرا ما را گد کرده چون تو هجاب نمیکنی ما هجاب میکنیم در حال که او سواد نداره ما شاید 18 سال است که درس خواندیم هنوز هم حال خواندن هستم او شاید سنف سیر در ایران نخوانده باشه اونو مرا آزار داد ولی من به جواب نمانده میشه من جواب شده کف دستش دادم خودش میپام امروز فردا نتیجهش هم میبینه شما سعی کنین عزیزان دل مثل یک خواهر براتان میگم کسی گوش کرد دلش نه کرد دلش من آخر ویدیو که داستان تمام میشه ایره برای خواهرایی که بسیار مرا دوست دارن و دوستشان دارم برای اونا گپ میزنم برای کسایی که خسته میشن و نمو داستان را کشنید میتونن برن نظریات خودشان های نوشته میکنن یا نمیکنن میرن گبایی که من همیشه آخر ویدیو میزنم نصیحت هایی هست که برای برادرها و خواهرایی میکنم میگم وقتی که در یک کشور آمدین مثل که یک میمان در خانه تو می آید تو چقدر برای او غذا جور کو خانه را پاکو و مرتب کو که, که من امروز میمان دارم او میمان در خانه تو می آیا و شروع میکنه کند در شیطنت و فضولی اتاق خواب تو کجا است تخت خواب مثلا نفرایی که در کشورهای دیگه میرم مثل این میمان هستند تخت خواب تو چی است جای نماز تو کجاست؟ است قرآن شریف تو کجاست؟ تو مسلمان بودی اینی میشه شیطنت کسی هم که در کشور دیگه میره برش جای میتق خب کشورها غیر ایران و پاکستان و کشور عربی دیگه کشورها خو مسلمان نیست فرانسه امروز کت اسلام تو جرمنی خوی قدر بد شد دمی وقت جنگ فلسطین و اسرائیل بین خود نیتو شده امریکا خوب میفهمین که تا حالا کمک میکنه در اسرائیل انگلیس هم کانادا هم تمام کشور اعلان کردن که ما پشت اسرائیل میگیریم به خاطر چی به خاطر که اسرائیل کسی هست که امروز با مسلمان ها در جنگ است هیچ کسی خوش نداره تو بری در کشورش دفاع کنی از دشمنش و تو یک مسیحی را آزار بدی و یک یهودی را تو بری آزار بدی یک هندو را که هیچ کاری با کسی نداره این دوای ما قدر بی‌ضرر و هست که دم افغانستان با خدا اینا پای مور غلخ نمیکردن کردن. تو بری آزار بتی که تو چرا دین ما را قبول نکرده ای بسیار بر تو گران تمام میشه عزیز دل خواهر من یا برادر من کار در کاری کسی نداشته باشین در کامنت نوشته میکنیم که دین ما بهترین دین است و دین ما خوب ما و او, او چلوس طالب اگر نمیزنم که نامش مصطفی است و یک طالب است من رفتم در روی تمام پروفایل او را ای او را دیدم و در کابل زندگی میکنه یک از او طالبایی هست که از پنجاب آمده او پاکستانی اصل است که من نمی کدام حرامی در چینل ما، من کار نمیگیرم، گیرم رو بلاک بان غوز زده بشنه و هر کامنت او میده فهمی چی قدر خوب است مردم آگاه میکنه ولی شمایی که می اینم نظر میتین که در باره اسلام را نگو ما در باره اسلام کدام چیز بعد را نگفتیم حقیقت های اسلام گفتیم ما کدام, کدام وقت ما کردیم که صد بلا تشبیه گفتم خدای تو یا پیغمبر تو ایره نمیگم ما. ما. بار بار گفتم ما احترام دارم در دا دین اسلام احترام دارم در دا مسیحیت احترام دارم در دا یهودیت احترام دارم در دا اندوستر. احترام دارم در دا بدین که ایش دین ندارم احترام دارم ما اجازه در خود نمیتونم که ما بروم میلیون ها نفر از یک دین پیروی میکنم ما بروم بگویم بودم ما اون چیزی رو که میبینم میگم طالب میگم روز جنایت میکنم میگم من مسلمان هستم خواهر عزیز که نوشته کرده بودی فوزیه یا فوزیه بودی یا فوزیه بودی منم میفهمم. فیروزه نبودی مقصد هم چین چیزایی بودی نوشته کرده که لطفا در دین اسلام توهین نکن اگر دین اسلام طالب میگه من میگم لعنت به طالب و به دینی که طالب پرستش میکنه اگه او رو توهین حساب میکنیم، من بار بار میگم من روز ده بار من صبح که از خواب میخیزم میگم شما میگین لعنت خدا بر شیطان من میگم ما شیطان دروغ هستم میگم لعنت خدا بر طالب این رو هستم و خدا اگر دفعه از جایم که میخیزم پای ما درد میگیرم میگم لعنت خدا بر طالب بعد دختر میگه طالب چی کده؟ میگم چیز نکده؟ آه نه نه من خیال کردم که یگان چیز در پایت خورده نه لعنت خدا بر طالب و دین طالب اگر منظور تو هستم دیگر اگر نه خواهر برای خودت در اروپا هستی در هر جای دنیا هستی گوش کو ببین گپتش گفته از سنجیده بزن ما هیچ وقت توهین نکردیم ما هر چی که گفتیم حقیقت داشتم غیر از مسلمان کی زن سنگسار کرده خوب طالب نو آمده پیش از طالب هم همی مردم های افغانستان زن سنگسار میکرد یا نمیکرد میکرد روخشانه را خود زمان طالب نبود که سنگسار شد کدام یهودی رفت که سنگ در سر روخشانه زد خواهر عزیز منظورم تو هستی اگر واقعا یک دختر افغان هستی یک زن افغان هستی گوش که بایی مرا اگر در اروپا هستی اگر در افغانستان هستی خوب زمان طالب مالی هستی دیگه من امرای تو گب ندارم مثل همی پستفاگک <laughs> که هر دفعه میاد کامنتی را میبینم خنده میگیرم مثلی که میگه زمین ترقید برامد کله خر میگه زمین ترقید برامت کله خر یک کله خر دیگه شونه او صدیق نظری هست که بار بار کامنت کرده و باز گفتم زمین ترقید برامت کله خر خو اینا را من اینا رو بوسو نمی کنم یه خواهر ما گفته چرا بلاک نمی کنی اینا رو خواهر اینا چهی لشکر هستن بان اینا باشن آدم های از تا آدم ها. ما... ما اینا هستن که ما بالا بالا میریم اگه اینا نباشه که ما بالا نمیریم اینا که بود مردم میفهمه که امی یک کسی هست که ببینی یک خری آمده مخالفت میکنه و شما های هم که همیشه میگین که توهین نکو توهین نکو خواهر ما بر ما پرایوت مسیج کو ببین ما کجا توهین کردیم استگرام ما را دارین کلتان کسایی که مشکل دارین در اونجا نوشته نکنین در اونجا یک چیز برای از او صاحب داستان لطفا نوشته کنین و اونجا گب از دین و ایمان و مسلمانی و مسیحیت و نگفته که مگه مسیحی باشه اما تو احترام دارم تو از کجا میفهمی که دین ما چی هستم؟ که <applause> هر مشکلی با ما دارین در انستاگرام ما پیام بتین ما جواب تانو میتام اگر ما برای خوار تو توحین کردیم خوار تو بسیار پوشیده بوده گفتیم چرا کار میکنی کار بد است خب ما به بخی اشتباه کردیم زیاد اگر خودی تو را ما در سرک دیدیم دیدیم که ما تو بسیار پوشیده بودیم گفتیم نکوی تو مردم میترسن بازم اشتباه کردیم من اینجا امریکا هستم اگر نه تو اجازه رو دیگه در خود نتی که برو اونجا جایی که او را چست کنی میری او طالب ازش حمایت میکنی خودتان میفهمین که او طالب است میرین لایک میکنی رو از او حمایت میکنین چون توی حمایت کردی او حمایت کرد که مکتب بسته کرد اگه امروز شما از طالب حمایت نمیکردین طالب تو در افغانستان از جولانگاه برای خود جور نمیکرد که تو میتازه جرات نمیکرد که اون کارا را بکنه ولی شو شما اجازه رو دادین دادین که اونام تو شد لطفا هر کس اعتراضی دارین درباره که ما گفتین که ما توهین میکنم بیاین منصفانه بیاین در کامنت در اینستاگرام برای ما پیام بدین ما با شما گپ میزنم مادر من ما مسلمان برادرای من ما مسلمان مامای من ما مسلمان خاله ایمه مسلمان بچه های خاله ایمه مسلمان اگر ما بخوایم در توحین بکنم در اسلام خب ما باید در مادرم توهین بکنم بعد ما در مادرم توهین میکنم مادرم دو چشم ایمه هسته قلب ایمه مادر جانم هسته ای قدر ما مادرم دوست دارم شما چی میفهمین؟ ما شوی خوار ما کرا کردیم که تو از مادر موازیبت کن ما بسته فامیل باش میتونم که موزه مادرم باشین چه خبر دارین شما خوهر اما برش باج دادم بیادر اما برش باج دادم شوهر خواهرم اما برش باج دادم که از مادرم موازبت کود من میروم توهین میکنم به مادرم هیچ وقت مرا غلط درک نکنین اگر من عصبی میشم یک وقتی طالب دو میزنم و امثال طالبه شما ای در خود نگیرین اگر واقعا یک زن افغان هستی اگر نی زن افغان نیستی خب از جای دیگه دلتو پور است خب او با, با, تو مشکل ندارم آزادانه گفت بزن خب عزیزان دل خداوند یار و نگهدارتان نازنینا تشکر که تا اینجا با ما بودین و تحمل کردین و های آخر ما گوش کردین <coughs> تشکر می از تمام شما بابت این همه حوصله شما شما بسیار حوصله مند هستین ولی خدا کنه حوصله شما را خداوند برای دیگه خواهرای ما بده که همه خواهرای ما اینم حوصله و با قدرت و پرجرأت شو و از خودشان دفاع کنه عزیزان در کامنت نوشته کنین نظریات خودتانه چی فارسی زبانای عزیز چه افغانای عزیز نوشته کنین که این خواهرای ما که سال 2021 آمدن 2022 آمدن بر از اونا یاد بتین که اینا چی کنن زیادتر اینا می ترسن برشان راوچار این امیقه که ما گفتیم شما بگو این اینا قوی میشن قوی بودن اینا ولی اینا را ضعیف کردن از بس که اینا را اینا می تو 24 سات تو یک طفل در زیر چشمش میزنم می خودم میگرزم میترسه دیگم مرد افغان گپ میشه میگه یک تا آمده یک تا از دنیا میرم اینگار دیگه مردم سه تا سه تا از مادرش آمده بیرون اینا میشه میگه ما یک نفر آمده یک نفر این شعارشان هستم. یک نفرم از دنیا میرم ما هم یک یکی یک آمدیم از دنیا که میریم یک یکی میریم در دا داخل کدام خلیتا ما از مادر ما بیرون نامدیم که ده تا یک جای آمده باشیم بعد ما را در قبر ده تا بانم چی بگویم به خدا شما دیوانه جور کردیم بخی مردم هم. مردم و مرا افغانی 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 باعث و ایرانی یک شعر دیگه هم دارم این را دا ایران میخاندن من شدیم را داود سرخوش خوانده بود که خوانده بود میگفت افغانی افغانی یا <Conference> بایسی و ایرانی یا نمیفهم نام تو ب... یک چیز خوب بود یا از یادم رفته چیز دیگه نخوانم که باز بگه این که نیه فقط امیر گفتم افغانی افغانی باعثی و ایرانی هر جایی که هستین خراب نکنین در کشور که در آمدین جور کنین <تصفح> عزیزان خدا یار و تا برنامه آینده که بازم با شما باشم شما رو به خداوند پاک میسپارم هیچ کسی از ما دلخور نباشه هر کسی که خواست از من اعتراض بکنه اینستاگرام ما باز است بر ما پیام بتین در تیک تاک هم میتونین در فیسبوک سارا جعفری هم میتونین پیام بتین پیام هایتان روی چشمای ما جواب میتون از ما اعتراض کردین اعتراض پرایویت کنین اونجا کامنت کنین برای صاحب داستان خداوندیار و نگهدار شما